الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا مولانا ابي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين استغفر الله ربي واتوب اليه و اما اللواحق فمسائل موضوع بحث ما در فصل پنجم نماز مسافر هست که در ارتباط با نماز مسافر سه تا مبحث داشتیم دو تا مبحث تا به اینجا به پایان رسید که دومین مبحث ما راجع به قصر و شکستن نماز یا روزه بود سومین من مبحث به عنوان لواحق بحث یا ملحقات بحث یا یک سلسله مسائل که تکمیل کننده مباحث نماز مسافر هست در تحت هفت مسئله توسط محقق اهل رضوان الله علی مطرح شده است لزام فرماید و اما لواحق فمسائل اما لواحق بحث نماز مسافر پس هفت تا مسئله هست که این هفتا را با سانت از خداوند متعال باید بخوانیم الاولا اذا خرج الى مسافتین فمنعه مانع اعتبر اولین مسئله که این ممکن است بسیار زیاده هم پیش بیاد این است که اگر کسی در سفر رست در سفر رفت قصد هشت فرسخ را هم دارد مسافت او هم هشت فرسخ هست ولی در راه یک مانع مواجه شد فرض بفرمایید از این شهر تا شهر دیگر میرفت که 100 کیلومتر مثلا فاصله داشت نرسیده به مقصد مواجه با سیل شد خدای کرده یا در راه دید که جنگ و ناامنی هست پس نمی تواند سفر خود را ادامه بدهد این فرد اینجا تکلیفش چی هست؟ آیا باید نماز خود را شکسته بخواند یا نه اینکه نماز خود را تمام بخواند؟ در این خصوص مرحوم محقق هلی میفرماید برخورد با مانع گاهی قبل از رسیدن به حد ترخص هست که اینجا به صورت طبیعی عرض کنم خدمت با سعادت شما باید نماز خود را تمام بخواند یا بعد از حد ترخص ولی با دیدن این مانع شخص به شیمان شده است و نمیخواهد سفر خود را ادامه بدهد بازم نماز خود را باید تمام بخواند اما اگر از حد ترخص گذشته است صدای از آن را نمی شنود شهر دیده نمی شود و همچنان بر سفر خود مسیر هست قصد دارد که بعد از اتمام جنگ یا بعد از اتمام این سیل سفر خود را ادامه بدهد در این صورت می نماز خود را باید شکسته بخواند اون یک روز یا دو روز یا سه روز که اینجا متوقف هست تا سیل و جنگ تمام بشود بازم باید نماز خود را شکسته بخواند وقتی مانع برطرف شد به صورت طبیعی سفر خود را ادامه میدهد این در برخورد با مانع دو تا نکته مهم است یا قبل از حد ترخص که تمام هست یا بعد از حد ترخص برخورد با مانع که شکسته هست نکته دوم یا از ادامه سفر پیشایمان هستیم یا نمیخوایم همچنان سفر را ادامه بدهیم این قاعده ای کلی هست همچنان که قاعده کلی هم این هست که مسیر را که ما انتخاب کرده این فرق نمی کند این مسیر مثلا دریایی باشد یا مسیر را زمینی و از روی خشکی باشد در دریا حرکت کردیم یک مقدار رفت مواجه با طوفان شدیم خدایی نکرده بازم عین همین مسئله اینجا می آید یا بعد از حد ترخص یا قبل از حد ترخص یا قصد ادامه سفر یا نه تجدید نظر در سفر و پشیمانی و برگشتی به وطن خود <applause> لذا می فرماید المسئله اولین مسئله این است که اذا خرج الى مسافتین هر زمانی که خارج بشود به سوی یک مسافه معین یعنی حدود هشت فرسخ فمنعه مانع سمن من بکند اون مسافر را یک مانعی از ادامه سفر اینجا اعتبرک باید ارز کنه بررسی بکند فا این کانه به حیث یخف علیه الازان بعد از بررسی اگر معلوم شد که اون مقدار از شهر فاصله گرفته است که مخفی می شود بر اون مسافر ازان اینجا قصر باید نماز خود را شکسته بخواند اذا لم یرجع عن نیت سفر به شرطی که از نیت سفر بر نگشته باشد یعنی پشیمان نباشد و الا با برخورد باسل در نظر دارد که کلا از سفر برگردد دوباره به وطن و خانه خودش خب اینجا باید نماز خود را تمام بخواند این که بعد از حد ترخص قصر دلیلش روشن هست به خاطر که شخص مسافر هست و شخص مسافر باید نماز خود را شکسته بخواند اما و این کان به حیثو یسمعه اما اگر فاصله یا شهر بگونه است که می اون صدای از آن را او بدا له عن سفر. یا این که کنم تغییر کرده از نظرش از سفر کردن میخواهد ادامه سفر را نرود اینجا میفرماید اتم باید نماز خود را تمام بخواند به خاطری که یک از شرایط تقصیر استمرار قصد بود این بنده خدا از استمرار قصر برگشته است و نمیخواهد سفر خود را ادامه بدهد یکی هم از شرایط تقصیر رسیدن به حد ترخص بود که او به حد ترخص هم نرسیده است لذا وظیفهش اینجا تمام خواندن هست بعد می و یستوی فی ذالک مساوی می باشد در این حکمی که ما گفتیم که در فرض اول باید قصر بکند و در فرض دوم تمام بخواند المسافر فی البر و البحر سفر در خشکی یا در دریا علتش روشن لیل اشتراک فی تکلیف بالاخره تکلیف مسافر در دریا و خشکی به اجماع فقها یکی که هست پس در نتیجه همون حکم که راجع به خشکی گفتیم در دریا خود همون حکم هست یا بعد از حد ترخص یا قبل از حد ترخص یا نسبت به سفر خود به شیمان هست یا قصد دارد که سفر خود را ادامه بدهد لزوم فرماید كيك ويستوي في ذلك المسافر في البر والبحر إن مساله اول مساله دوم الثانية لو خرج الى مسافتين فردت حريح فَإِنْ فين بلغ السماء اتام اتم والا قصر اگر خارج شد به سوی یک مسافه 8 فرسخ قصد کرد فردت حرّيح بعد, بعد باد شديد بود که او این ردت حریح حر هم در سفرهای خشکی و صورت شاز و ممکن است پیش بیاید در دریا که کاملا طبیعی است اون هم در اعصار و ازمنه گذشته که کشتی ها موتورهای قوی مثل امروز نداشتند با دست انسان ها این رژیم گرفتن خب اگر یک باد قوی می آمد کشتی را عقب میران لذا فرماید اگر خارج بشود به سوی یک مسافه فرادت حره بعد باد همین بنده خدا را برگردان فاین فا بلغ سما الازان اگر صدای اذان را همچنان می اینجا اتم باید نماز خود را تمام بخواند علتش همون فوت شدن شرط تقصیر هست یکی از شرایط تقصیر رسیدن به حد ترخص بود این بنده خدا به حد ترخص نرسیده است و الا اگر صدای از آن را نمی اینجا قصره باید نماز خود را شکسته بخواند به همون دلیل که در فرع قبلی یا مسئله قبلی گفتیم که شخص مسافر هست با توجه به اینکه مسافر هست شرایط دیگر هم فراهم هست پس باید حتما نماز خود را شکسته بخواند این مسئله دوم پس مسئله اول راجع به پدیدار شدن مانع در اسنای سفر بود مانع دوم راجع به طوفان یا باد است که ممکن است مسافر را صدها متر به عقب برگرداند الثالثة و اذاع از الاقامت اذا في غير بلده عشرة ایام ثم خرج إلى ما دون المسافه این بحث دیگری است مسئله دیگری است و البته در لابلای بحث‌های گذشته اشاره کرده بودیم که یک از قواطع سفر قصد اقامت ده روزه هست اگر کسی رفت در مشهد مقدس قصد اقامت ده روزه کرد ولی در اسنای این روزه ها در یک از روزه ها مثل روز هفتم ششم پنجم مثلا از شهر مشهد خارج شد در اطراف مشهد به خاطر زیارت ماکن دیگر یا به خاطر تفریح و امثال اینها تا وقتی که در داخل شهر مشهد هست که خوب اش مشخصه بعد از نیت اقامت باید تمام بخواند حالا که شهر مشهد خارج می شود به اماکین اطراف شب یا عرض ظهر دوباره برمیگردد گردد اینجاها تکلیفش چی هست آیا باید نماز خود را شکسته بخواند یا تمام در این خصوص می فرماید المسئله تو اذا عزم علی الاقامه اگر عازم بشود بر اقامت کردن فی غیر بلدهی در غیر بلدی اون مسافر عشرت ایام ده روز میسین که بلدی خودش قوم هست رفتهش در مشهد مقدس ده روز مقیم هست قصد اقامت کرده است. ثم خرج الى مدن المسافه بعد از مشهد به اطراف مشهد خارج می شود منتها این محدوده خروج کمتر از هشت فرسخ است و الا اگر خودش هشت فرسخ باشد بحث دیگر هست اینجا تکلیف چی هست مثلا به جای هشت فرسخ شش فرسخ رفته است پنج فرسخ رفته است دو فرسخ رفته است مثلا می‌فرماید، ف این عزم العوده والاقامه اگر آزم باشد بر برگشتنی به مشهد و اقامتی در خود شهر مشهد دوباره اینجا اتم ظاهبا و عائدا تمام بکند نماز خود را هم در حال رفتن و هم در حال برگشتن و هم در خود شهر که دلیلش هم روشن هست به خاطر که سفر که مقتضی قصر باشد اینجا محقق نشد کمتر از مسافت هست و از اقامتگاه خود مشهد وقتی او خارج می شود مشهد مثل وطن او هست پس باید هشت فرسخ بیرود اگر هشت فرسخ از مشهد رفت اون سفر مستقل هست و نماز شکسته هست اما اگر کمتر از هشت فرسخ می رود که فرض بحث ما همین هست در نتیجه او مسافر نیست اینجا اقامتگاه برای خود دارد شب هم دوباره به مشهد برمیگردد پس هم در خود مشهد باید تمام بخواند هم در حال رفتن باید تمام بخواند و هم در حال برگشتن باید نماز خود را تمام بخواند این تمام بحث راجع به مسئله سوم در این خصوص بعد در ادامه میفرماید الرابعت من دخل فی صلاته به نیت القصر ثم عن له الاقامه اگر کسی در مشهد رفت قصر اقامت ده روز نکرد بلکه نیت کرد که پنج روز بمانم لذا در نماز خود با نیت قصر داخل شد چون فکر کرد پنج روز میمانم ظهر خود را با نیت دورکت یعنی شکستن نیت کرد ثم عن له الاقامه بعد ظاهر شد برایش بدا که باید اقامه بکند در اسنا نماز رکت دوم مثلا تصمیم گرفت که نه به جای پنج روز باید ده روز یا دو هفته در مشهد بماند اینجا می فرماید اتم من اتم باید نماز خود را عرض کنم تمام بکند به خاطر که در باب بیس حدیث یک را داریم که دلیلی این مسئله هست این بنده خدا وقتی وارد ما شد درست است وظیفه اش قصر بود ولی فرض بر این است که نیتش دچار تغییر شده است بعد می فرماید ولو نول اقامت اشرن اما اگر کسی برعکس از اول نیت اقامت ده روز را داشت نه اینکه اقامت نداشته باشه و شکسته نیت بکند و دخل فی صلاته بعد در نماز خودم داخل شد یعنی به عبارت دیگر چون قصد اقامت ده روز دارد نیت نماز تمام را کرد فعن له السفر پس ارز کنم ظاهر شد برای این مسلیک که حتما باید سفر برود آیا اینجا حتما باید به قصر برگردد میفرماید لم یرجع الى تقصیر رجوع به قصر نمی کند نماز خود را تمام بخواند که بعد اشون میفرماید و فیه ترددون در خود همین نظر تردید هست که بعد از آنی که در اسنای نماز از قصد اقامت برگشت و میخواهد به سفر برود آیا باید نماز خود را شکسته بخواند یا تمام چرا ایشون فرمود ما اینجا تردد و ارتداد ارز کنم که اشکال داریم علتش این هست که با توجه به اینکه نماز در قالب نماز تمام شروع شد اول ها تکبیر و آخر ها تسلیم وقت الله اکبر گفت نیتش این بود که نماز خود را چهار رکعت بخواند با توجه به اینکه افتتاح سلات بر تمام بود دوباره برگشتش به قصر و ندارد مثلا از طرف دیگر اونهایی که ارز کنم گفتن باید تقصیر بکند یعنی نماز خود را شکسته بخواند به خاطری که فرمودن اینجا شرط تمام مفقود هست شرط تمام خواندن این بود که شخص قصد سفر نداشته باشد حالا که قصد سفر کرده است و میخواد هشت فرسخ را برود شرط مفقود شد اضافات شرط فات المف... م... مشروط پس در نتیجه تمام خواندن اینجا ندارد لذا فرماید اما لو جدد العزم بعد الفراغ اگر جزم کسی بعد از فراغ از ن... نماز و چار تغییر شد لم یه جزی تقصیر اینجا تقصیر ممکن نیست مادام و مقیمن تا زمانی که اقا... مقیم هست و اقامت ده روز دارد این مسئله ای که گفتیم در صورت است که تغییر نظر انسان از حالت اقامه به سفر مثلا در رکعت دوم مثلا باشد اما اگر نماز سلام داد بعد از سلام نماز هست که ارز کنم خدمت شما نیت خود را تغییر می دهد از عرض کنم مقیم به مسافر اینجا می فرماید دیگه قصر کردن معنایی ندارد و قصر کردن بر شخص واجب نیست این تمام بحث راجع به مسئله چهارم الخامست و مسئله پنجمین هست که یک ملاک در قضا کردن چی هست؟ آیا ملاک در قضا کردن وقت وجوب هست یا نه ملاک در قضا کردن وقت ادا هست؟ می فرماید الاعتبار بالقضا ارز کنم اون شرط که در قضا کردن نماز نهفته است به حال فوات سلات ملاک ارز کنم خدمت شما همان وقت فوت شدن نماز لا به حال وجوب سالات نه در حال وجوب نماز که در باب ابواب قضاء سلوات باب شش حدیث یک رو داریم که دلیل این مسئله می شود بنابر این اگر اول از آن ظهر معزین الله اکبر گفت اینجا خوب نماز ظهر بر ما واجب شد ولی نتوانستیم نماز ظهر را بخوانیم تا عرض کنم خدمت با سعادت شما بعدا ساعتهای چهار و پنج خواندیم. اینجا میفرماید فرماید ملاک همون حالت فوت نمازه نه حال وجوبش ممکنه در اول وقت بر من ظهر چهار رکعتی واجب شد ولی چون بعد از ظهر سفر کردم اون چهار رکعت تبدیل به دو رکعت می شود یا برعکس لذا فرماید و قیل اعتبار فی القضاء به حال الوجوب قول دوم گفتن که عرض کنم خدمت با سعادت شما در حال وجوب ملاک را باید قضا قرار بدهیم وقت اول وقت واجب شد آیا چهار رکت بود یا دو رکت که ایشون می فرماید و اول و اشبه قول اول ارز کنم تر و اصول مذهب هست که به روایتش هم اشاره کردیم لذا می فرماید اذا فاتت قصرت از قصرن قضیت کذالک و قیل الاعتبار فی القضاء به حال الوجوب و اول و اشبه که ملاک همون حالت فوتیس نماز هست نه چیز دیگر مسئله ششوم که این جایشون مطرح میکند این است که اذا نوال مسافه اگر مسافر نیت هشت فرسخ را بکند و خفی علیه الازان ازانم بر او مخفی شد یعنی به حد ترخص رسید و قصر تقصیر یعنی قصر هم کرد فبداله اینجا عرض کنم که قصر جوی از سفر برایش پیش میفرماید لم یعید سلاته اینجا نماز خود را عاده نمی کند بالاخره لم یعید سلاته به خاطری که نماز که این بنده خدا خان نماز مأمورون بها بودند در اون لحظه وظیفه همین بود در نتیجه مجزی هست همچنان در باب 23 حدیث هم دلیل این مسئله هست اذا نو مسافته و خفی علیه الاذانو و له بعد نظرش دوچار تغییر شد میفرماید اینجا لم یا صلاته نماز خود را اعاده نمی‌کند به خاطری که نماز مأمورون به را این بنده خدا خوانده است و امتصال معمول به و امر همیشه مجزی هست هفتمین مسئله ای که مطرح می اذا دخل وقت و الزوال فلم یسلید اگر وقت نافله زوال داخل شد و شخص نماز خود را نخوانده است اینجا می فرماید و سافره اذا دخل وقت نافلت زواله فلم یسلی و سافره بعد هم مسافرت کرد استحب له قضاءها مستحب می باشد برای مسافر قضا نمودن نافله را ولو فی السفر هرچند اگر در اسنای سفر باشد لذا می فرماید اگر کسی در وقت نافله زوال عرض کنم خدمت با سعادت شما در شهرش بود بعد از نافله حرکت کرد رفت در شهر دیگر اینجا آیا قضا کردن اون نافله وچی دارد یا نه می فرماید مستحب هست که قضا بکند و خاطر که عرض کنم خدمت شما اون وجوهات و فضائلی که در نماز برای خود شخص هست برای دیگران نخواهد بود به له قضاها ولو فی السفر این تمام بحث راجع به لواحق که در ضمن هفت مسئله بودند البته بحث های دیگر هم نهفته است و به تا با اینجا کتاب الصلات به اتمام رسید غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته أضحف أدي في واجبي والنفس دوما في لغوبي من ثقلي وسري وذنوبي والعبد لا يرجو سوى مولا فانعم واكرم وطعم